سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و خنده تکراری ترین اتفاق زندگیتون. من مونا رجبی، امروز هم با برنامه در شهر در خدمت شما هستم که بریم ببینیم تو شهر چه خبر. بازار خرید ماشین تو کانادا انقدر وسیعه که ما شاید حتی نتونیم اسم تمام ماشینایی که میتونیم بخریم و ببریم، چه برسه به اینکه بخوایم تفاوتاشونو بدونیم. از اون برم تغییر و تحولات انقدر سریع انجام میشه که شاید حتی تو یک سال چندین بار شرایط خرید ماشین عوض بشه. اینه که خیلی مهمه که ما وقتی میخوایم ماشین بخریم اطلاعات لازم رو در این زمینه داشته باشیم که با یک تصمیم اشتباه دچار خیلی از درگیری‌ها نشیم. به همین منظور ما امروز از یک دوست عزیزی که نه تنها سالها توی فروش ماشین تجربه داره که بلکه با گذراندن خیلی از کورس‌های مختلف الان در حال حاضر مشاوره هم در این زمینه میدن دعوت کردیم که بیان اینجا تا بتونیم از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. ایشون مؤسس وبسایت carace.ca و دیلرشیپ CarAce موتورز هستن، آقای پیام ریاهی. پیام جان سلام، به برنامه ما خوش اومدید. خیلی ممنون از دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت تمام هموطنان فارسی زبانان عزیز. امیدوارم که بتونم امروز پاسخگوی سوالاتتون باشم. مرسی. همجان در شهر چه خبر؟ خبرها پیش شماست. فکر میکنم بیشتر به قول معروف خبرها رو شما دارید در برنامه‌تون با افراد مختلفی که برگزار میکنیم جلساتتون. خب پس بریم ببینیم در شهر در رابطه با ماشین چه خبره. ما ایرانی ها اولین چیزی که فکر میکنم به نظرمون بیاد زمانی که میخواییم ماشین بخریم شاید برند ماشین باشه. عاشق بنز و بی ام وی که هستیم، بعد فکر میکنم رقابت بین ماشین های آمریکایی، شولت و بیوک و اینا که بالاه، بعد از اون برم ماشین های ژاپنی دوست داریم چون که مصرف ماشین های ژاپنی کمه. نظر در این رابطه چیه؟ چه فاکتورهایی باعث شده که ایده این ماشینا متمایز باشن از ماشینای دیگه، یعنی که ما ایرانی‌ها توجه داشته باشیم به این ماشین؟ عرض کنم خدمتتون که من فکر می‌کنم این برمیگرده به تاریخچه مصرف ماشین ما در کشور خودمون ایران و به علت اینکه خب بعد از انقلاب بیشتر ماشینایی که ما در ایران تونستیم ببینیم یا به قول معروف از اونها استفاده بکنیم ماشین‌های ژاپنی، کره‌ای و ماشین‌های آلمانی بودن. برای همین خب چون ما استفاده بیشتری از اینها ماشین‌ها کردیم، خب بلتاب دوست داریم که بیشتر وقتی میایم روی کشوری مثل آمریکای شمالی حتی این رو به همدیگه پیشنهاد میدیم که بیشتر به قول معروف از این نوع ماشین ها استفاده بکنیم. با توجه به اینکه خب برند های مختلفی در اینجا وجود داره و میدونید تنوع بیشتری برای ما وجود داره، من این پیشنهاد رو میکنم به همه هموطنان که به قول من بیاید تحقیق بیشتری بکنن یا از متخصصین سوال بکنن که ببینن با توجه به باجتشون و شرایطشون چه دیگه میرسیم به اون سوالا. الان میخوام بدونم که چی باعث شده که ماها، خب اینو که گفتین مثلا ماشین ژاپنی به خاطر اینکه حالا مصرفش پایینه یا بیشتر عادت داشتیم بشه، پس میگید که مثلا اینی که اگه بنز و بی ام و لاکچری و هممون بعد بنز، فقط بنز یا بی ام و سوار بشیم، حالا ماشین ژاپنی که میشه واسه قیمتش و در واقع کسی که بخواد بره سراغ اون قسمت موضوع بهم میگه ربطی به اون نداره، یعنی فقط به چیز استفاده مونه. خب علتش اینه که خب ما استفاده بیشتری از اونها از اون ماشینا کردیم با آپشن ها و شرایط اون ماشین ها بیشتر آپشن ها به نظرتون آپشناش ببخشید کاتتون میکنم، ولی آیا واقعا این ماشینا بهترن که ما میخوایم؟ آیا میخوایم پوزشو بدیم بیشتر یا اینی که عادت داریم سوارش؟ خب بلتاب ببینید ماشین های ژاپنی خب بالاخره لایبیلیتی بیشتری دارن و به قول معروف مردم راحت تر میتونن به قول معروف از نظر هزینه پارت قطعات و هزینه به قول معروف تعمیر اون ماشین ها به قول معروف خب از ماشین های آلمانی یا ماشین های اروپایی کلن پایین تر هستش، برای همین خب اونها رو مجاب میکنه که به سمت این ماشین ها برن. ولی خب میتونم در این حال بگم که ماشین های آمریکایی هم میتونن همین شرایط رو داشته باشن. حالا میخواستیم صحبت قیمت رو نکنیم چون باجت میتونه تاثیر داشته باشه. اجازه بدین ما یه میان پرده بگیریم میریم برمیگردیم در خدمت. خواهش میکنم. موسیقی
فرهاد خان آقای عزیز جانم. بلند و دل من در تب و تابه بای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه بای سر به سر به دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن مثل سرابه بای تو بیا ستاره ای تو آسمونم باش تو بیا و چله چله شیرین زبونم مهربون من بیا هم زبونم باش من بلا رو دوست دارم بلای جونم باش حالا تو خون منی توی تنی یا نه از دل عاشق من دل میکنی یا نه بگو هنوز مال منی عشق منی یا نه هر متشکر. میان پرده رو دیدیم بریم بقیه سوالا. پیام جان ماشین نو بخریم یا دست دوم؟ این بستگی به شرایط خرید شما داره، یعنی بخشی که میخواین شما انتخاب بکنید به صورت کش، فایننس یا لیز، و اینکه خب ماشین نو به قول معروف اون افت ارزشی بیشتری داره در آمریکای شمالی، ولی خب ماشین دست دوم اون افت رو انجام داده و با توجه به سال ماشین دست دوم میتونه توی شرایط خرید شما تاثیر گذار باشه. بله. از لحاظ گارانتی شو اینا؟ خب از نظر وارنتی که روی ماشینا وجود داره در تمام کمپانیا این به صورت تقریبا مشابه هستش، تا سقف 100 هزار کیلومتر و 5 سال شما به قول معروف مانیفکتچر وارنتی داریم. و خب روی ماشینای دست دوم بستگی به سال و مقدار کیلومتری که توی ماشین هست، که حالا آپشن های برای اون هم وجود داره به صورت ترد پارتی که میتونه از وارنتی های دیگر هم استفاده بشه. درسته. دیگه این که سه جور در واقع ما راه اصلی داریم برای خرید ماشین، این که فایننس کنیم، کش بخریم یا لیز بکنیم، یه توضیح میدید در موردش؟ البته این سوال شما رو من به این سوال میتونم جواب بدم که روی ماشین های نیو شما بحث لیز رو دارین. البته بعضی کمپانی های آلمانی بحث لیز رو ماشین های دست دوم که سال به قول معروف دو سال یا سه سال از عمر ماشین گذشته هم دارن، ولی خب در ماشین های یوز شما فقط بحث خرید کش و فایننس رو دارید. اوکی. خب تفاوتاش کدوم بهتره؟ این بازم بستگی داره به شرایط خریدار. خب مسلما وقتی شما کش رو داشته باشین، خب کش ماشین رو خریداری میکنید، خب ولی وقتی شما فایننس بکنید ماشین رو، خب بالاخره شما باید اون فایننس فی ها رو به بانک بپردازید یا مؤسساتی که وجود دارن برای فایننس ماشین، و یا اینکه باید اینترست یا اون سود یا اون بهره بانکی رو هم باید پرداخت بکنید، یعنی باید این آمادگی اون رو هم داشته باشید. و لیز، خب لیز به این صورت هستش که لیز هم به قول معروف اون بهره رو داره، ولی خب یکی از منفعت‌هایی که برای مشتری داره این که شما اون افت ارزشی ماشین رو دیگه پرداخت نمی‌کنین، اون رو کمپانی پرداخت. بذارین چون ممکنه یه سری از بینندگان ما جدیدتر باشن توی
کانادا و ونکوور. این توضیح رو بدیم که لیز شرایط این هستش که ماشین رو میگیرین شما برای 3 یا 4 سال 5 سال برای قراردادتون اون ماشین رو دارین و بعد به کمپانی برمیگردونین. فکر میکنم یکی از بنفیتاش اینه که اگه توی این زمان تصادف کردین شما اون کاست رو به شما برنمیگره و به کمپانی برمیگرده و اینکه ماشین رو برین پس میدین. ولی خب بعد که پس میدین دیگه هیچی ندارین، بعد دوباره ماشین بگیرین. آلدو آپشن تو بای هم دارین، میتونین آخرش اونو بخرین. فایننس یعنی اینی که در واقع ماشین رو قسطی دارین میخرین و میخرین و مال خودتونه بعد از اینکه قرارداد ترمتون تموم میشه، که معمولا خرج ماهیانش بیشتر از لیز میشه چون دارید در واقع کل قیمت ماشین رو پرداخت میکنین، ولی توی لیز یه قسمتی از ماشین رو دارین پرداخت میکنین. کش هم بخرین که خب دیگه خریدید و رفتید و بهش عادت داریم دیگه، تو سیستم ایران هم همینه. من خودم همیشه درگیر این بودم که لیز کنم یا فایننس کنم، بعد همیشه فایننس کردم، بعد همیشه پشیمون شدم، گفتم اه کاش که لیز کرده بودم. پریفرنسی ندارین؟ من این رو این سوال شما رو به این صورت بتونم جواب بدم و امیدوارم که این جواب برای به قول معروف آدینس هم به قول معروف بتونه از این جواب من استفاده بکنه. این سوالی که معمولا از من میکنن مشتری ها، من پیشنهادی که دارم با توجه به تجربه من که سالیان سال در این کار بودم در آمریکای شمالی، من پیشنهاد رو میکنم دوستانی که هموطنانی که ماشین های بنز، بی ام و، آودی یا ماشین های آلمانی و اروپایی رو خیلی دوست دارن، من پیشنهاد میکنم که لیز میتونه بهترین آپشن برای اونها باشه، چون معمولا در فرهنگ ما اینها دوست داریم ماشین رو عوض بکنیم بعد از هر چند سالی، اون موقع اون افت ارزشی رو اونها پرداخت نمیکنن. و اینکه خب با توجه به هزینه تعمیرات و به قول معروف قطعاتی که روی ماشین ها وجود داره، این میتونه بهشون کمک بکنه که به قول معروف اون هزینه ها رو کاهش بدن، چون که تو اون زمان لیز وارانتی کامل از طرف کمپانی رو دارن. خب پس شما الان دارید میگید که لیز برای ماشین های میتونم بگم حالا اگه بگیم لاکچری تر بهتره ها، بعد مثلا اگه مثلا چه میدونم تویوتا و هوندا و اینا که ماشین های بیشتر اکونومیک هستن، اونا هم آیا همینه یا؟ باز برمیگردم به اون صحبت اولم، من پیشنهادم این هستش که دوستانی که قصد تعویض ماشین یا به قول معروف عوض کردن ماشین بعد از 3، 4، یا 5 سال دارن، خب لیز میتونه بهترین آپشن باشه. دوستانی که دوست دارن که ماشین رو بیشتر سالیان بیشتری نگه دارن، فایننس میتونه آپشن بهتری باشه. خب من فکر کنم بالاخره یه جواب کوچیکی در این رابطه گرفتم. پیام جان، فکر میکنم کردیت خوب و بد ماها خیلی تأثیر بذاره توی خرید ماشین و یعنی که چی کار میتونیم بکنیم، آره یا نه؟ اگر بله صد در صد. خب ببینید در آمریکای شمالی به قول معروف اون اینترست یا بهرهی که شما برای خرید هر خودروی میپردازین بر اساس کردیت شما هستش، که میتونه خب بهره خیلی کوچیکتری باشه، پایینتری باشه، یا یعنی که میتونه بهره خیلی بالاتری باشه. و خب دو تا بحث هم در اینجا وجود داره، یکیش بهش میگن بحث پرایم هستش که کسایی که خب کریدیت اوریج خوبی دارن، و خب اون دوستانی که کریدیت خوبی ندارن میان رو بخش ساب پرایم بهش گفته میشه در اینجا، که خب بهره‌های خیلی بالاتری رو برای خرید ماشین باید بپردازن. اوکی، پس کریدیت خوب میتونه بهره کمتر بگیره. 100 درصد. بریم یه میان پرده دیگه ببینیم، برمیگردیم. خب ویلکام بک. کارتو دوست داری؟ میتونم بگم بله، کاری که خیلی دوست دارم و خوب پول در میاری؟ خدا رو شکر بد نیست. خب هر کاری که شما خوب توش پول در بیاری، بالاخره اون استرس های خاص خودش رو هم داره، شرایط خاص خودش هم داره، و معمولا کار کاستومر سرویس کار بسیار مشکلیه. جوابگویی به مشتری ها با توقعات مختلف خیلی کار رو سخت‌تر میکنه تو این به قول من بحث خرید و فروش ماشین. یه چیزایی داشت پشت صحنه میگفتی، اونا رو هم بگوی، دعواها و اینا. خب بله، خب زمانی که من برای دیرشیپ های بزرگ کار میکردم،
خب همیشه به کسایی که تازه می اومدن توی این کار و دوست داشتن یاد بگیرن کار رو، من پیشنهاد اولی که بهشون میکردم گفتم به قول ما ایرانی ها اون دندت رو و یه مقداری به قول معروف گرمتر و کلوفتر بکنی تا اینکه بتونی از پس شرایط این کار بر بیاد. خب بالاخره هر کاری ما بکنیم، ما خارجی هستیم توی این مملکت و خب خیلی دوست ندارن موفقیت ما رو ببینن و سعی میکنن که همیشه برای ما مشکل ایجاد بکنن توی هر کاری. خب این بحث توی کار ماشین یه مقدار بیشتر هستش و خب باید به اونها مرتب دست و پنجه نرم بکنیم. حواست رو جمع کنید اگه خواستیم بریم توی این کار. اسم ماشین دارو میگم، یه چیز خوب راجبش بگو یه چیز بد، هر کدوم کویک یه کلمه. بنز. ماشین بسیار خوب. نه دیگه، خب چرا خوب؟ چه از نظر طراحی؟ یه کلمه، مثلا من میگم بنز بگو سرعت مثلا. اوکی. بنز. طراحی. چیز برش؟ هزینه تعمیرات. بیام. باز میتونم بگم طراحی. اوکی. بعدش هم هزینه. هزینه تعمیرات مثلا. هوندا. خب ماشینی که میتونید به قول معروف سالیان بیشتری استفاده بکنید ازش. بعد کمتر میشه گفت راجبش. بعد میشه گفت اوکی باخت جیب. خب بستگی به نوع جیب، اگر شما جیب رو مثال بزنید. یه کلمه جیب. جیپ خب ماشین مخصوص برای آفرودینگ. آفرود جیپ آفرود. بعدی جیپ. خب هزینه تعمیرات مثلا میشه گفت. هزینه تعمیرات. مثلا یه چیز دیگه بگیم، چی بود اون کوچولو اسمارت؟ نه حالا اسمارت بگو. اسمارت مینی ماینر بگو. مینی ماینر طراحی فوق العاده باز میتونم بگم. و از نظر بد بودنش یا به قول مشکلش میشه گفته که افت ارزشیش هستش. وقت داریم. اگه که مسابقه واقعی بود پنجون میباخت، برای اینکه مثلا اگه چند نفر بودن بیز دارو دیر میزد میباخت. مرسی که اومدی در برنامه ما، مرسی از اطلاعاتی که دادی به بینندگان ما. خواهش میکنم، باز تشکر میکنم ازتون و امیدوارم که بتونم تونسته باشم در همین حد پاسخگوی سوالات باشم. بازم در خدمت شما خواهیم بود. بازم ممنون. تا برنامه دیگه مواظب حال خوب دلاتون باشید.